الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. در قدم نخست تشریف آوری محصلین و شاگردای عزیز، اولیای محترم و ارجمندی که در این محفل فراغت شاگردان مدرسه المفلحون تشریف آوردن، اونا را خوش آمدید و خیر مقدم میگیم و از الله متعال برای هر قدمشان که را تکلیف کشیدن و تریجا تشریف آوردن اجر عظیم و پاداش بزرگ تمنا داره. جای بس مسرت است که امروز ما جشن فراغت خواهران عزیز ما را در این تالار برگزار میکنیم که او جشن بزرگی که فراغت گفته نمیتانیم، بلکه آغاز یک دور مسئولیت یا مکلفیت جدیدی که از فراگیری آیات قرآن عظیم شان فرا گرفتن و با اساس ای آیات مبارکه مسئولیت های بزرگ متوجه از اینا شدن، برشان از الله متعال صبر و عظمت و استقامت تمنا داره. آیه مبارکی را خدمتتان تلاوت کردم: کتاب انزلناه الیک مبارکن. این کتاب، این قرآن، الله تبارک و تعالی و پیامبرش میگه که این کتاب کتاب مبارک است. کتابی را که ما به تو فرستادیم، این کتاب در ذات خودش مبارک است و در پالوی مبارک بودنش دو گپ دیگه را هم به پیامبر صلی الله علیه وسلم یادآور میشه: لی ادب برو آیاتهی، در آیات از این تدبر کنیم، ولی اتذکر اولو الالباب، و صاحبان خرد، صاحبان عقل پند بگیرن از این. و می مناسبت است که صحیح است که جشن فراغت به معنی حاصل کردن علوم قرآنی است، نه به اساس فارغ شدن از علوم قرآنی، بلکه آغاز داخل شدن در تدبر قرآن و در پند گرفتن قرآن است که از این به بعد خواهرای ما باید در این آیات قرآن تدبر کنند، از این آیات پند بگیرند و این آیات به دیگرها برسانند که جزء حقوق قرآن هم یکیش پخش و نشر فرهنگ قرآن است در بین فامیلای خود، در بین قریه خود، در بین اجتماع و جامعه خود باید این فرهنگ نشر کنه. چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که الله تبارک و تعالی قومهای را به واسطه این قرآن سربلند و کامیاب می سازه و قومهای دیگه را به ذلت و پستی می گرایانه. اگر ما به قرآن چنگ بزنیم، به مفاهیمش چنگ بزنیم، در او تدبر کنیم،
انشاءالله که الله ما را سر بلند و سرفراز می سازد. و اگر به این قرآن پشت پا کنیم باز ما را ذلیل می سازد. البته در حقوق قرآن که حقوقی را که بالای مسلمان ها دارد، در قدم پنج حق است که در قدم اول ایمان آوردن است که هر مسلمان باید به قرآن ایمان بیاره. دومش فهم و تدبر است، تلاوت درست است که ما قرآن چنانچه که نازل شده بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم به امو گونه تلاوت کنیم. قسمه که خواهر ما پیشتر خیلی با احساس خیلی زنده تلاوت کردن و کوشش کنیم که با مو شکل ما هم تلاوت یاد بگیریم. حق چهارمش حق عمل کردن به قرآن است. قرآن خواندن و قرآن فرا گرفتن و تدبر کردن به خاطر عمل کردن است. اگر ما عمل به قرآن نکنیم هیچ فایده از تلاوت و از خوانش از او به ما نصیب نمیشه. بلکه اگر کسی احکام قرآن را ترک میکنه او گناهگار و فاسق است. قسمی که در جای دیگه الله متعال میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسی که به احکام قرآن عمل نمیکنه او گناهگار و فاسق است. و حق پنجمش حق نشر و پخش ای آیات است که ما از فارغینی که از ترجمه قرآن کریم از فراگیری از او مستفید شدن خواهان از ای هستیم که ای را در فامیلای خود، در قریه، در اجتماع خود به دیگران برسانن و مسئولیت خود را ادا کنن. قسمی که شاعر بزرگ شرق علامه اقبال می فرماید که گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. گر تو می خواهی مسلمان زیستن، اگر واقعا ما بخواهیم که در این جامعه من عیس افراد سالم و مسلمان زندگی کنیم، پس بدون قرآن زندگی کردن ممکن نیست. قرآن بیاموزیم، درست تلاوت کنیم و به دیگران برسانیم. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، فاش گویم آنچه در دل مزمر است. این کتاب نیست، چیز دیگر است. این کتاب مثل باقی کتاب ها واره نیست. این کتاب کتاب انقلاب آور است، کتاب تغییر است، کتاب است که ما را در دنیا هم سربلند می سازه و در آخرت هم ما را نجات می ده. بنابراین یک بار دیگر تشریف آوری همه حاضرین مجلس خوش آمدید می گم و با فارغین تبریک عرض می کنم و از الله متعال برایشان توفیق بیشتر می خواهیم تا در راستای تدبر به قرآن، تلاوت به قرآن، عمل به قرآن و رساندن مفاهیم قرآن به دیگران توجه جدی داشته باشند. و به مدرسه مفلحون کی شاهکاری را کرده و در حدود بیش از 30 نفر از خواهرای ما قرآن ترجمهش فرا گرفتن، معلمین شدن و اینا عاملین قرآن هستن که بدگرایی را برسانه. بر از اونا هم تبریک عرض می کنم و از دفتر صحاوی جمعیت اصلاح افغانستان که محفل به همکاری مدرسه بران داخته و پشتیبان کارهای دعوتی خواهران و برادران در این ناحیه هفتم هست هم تشکر میکنم و امیدوار هستم که
ای آغاز کار دعوتی، آغاز کار نشر و پخش مفاهیم اسلامی در این منطقه و در این ناحیه باشه. و از الله متعال در پایان، از الله متعال برای تک تک شما خواهران و مادران عزیزی که جه تشریف آوردین، از الله متعال اجر عظیم تمنا دارم. و اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.